بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر صبر عزیز، مم سره درس نو خود درس نو ما شما که است کلینیکل فارمز آف توبرکلوزیس یا اشکال کلینیکی توبرکلوز، طوری که در سات پیشتر ما شما کلاسیفیکیشن توبرکلوز خواندیم. یک کلاسیفیکیشنش از نظر زی بود که از نظر آراز سریری یا توبرکلوز کدام آراز سریری یا کلینیک در نزد شخص ایجاد میکنه، از نظر چه قسم ها میتونیم توبرکلوز طبقه بندی کنیم. از جمله جواب بود که مثلا او باز به چند کتگوری طبقه بندی میشد که انتوکسیکیشن توبرکلوز بود و یکی بود که پرمننت توبرکلوز بود و دیگه که بود اکسترا پرمننت توبرکلوز بود، یعنی به سه کتگوری طبقه بندی میشد. این حالا میم سرزی کلینیکل آلات کلینیکی یا کلینیکل فارمز آف توبرکلوز ما هر کدامش جدا جدا باس میکنیم. اول کس میم سر پرایمری فارمز آف توبرکلوز یا اشکال ابتدایی توبرکلوز چی را میگه دکتر سبا؟ طوری که ما شما در هر مرض انتانی میفهمیم و میخواندیم که وقتی که انتان داخل بدن میشه تا از ای که نزد یک شخص اراز علایم ایجاد کنه یک مرحله مخفی وجود داره که لاتن پیریود یا مرحله مخفی میگه یا دوره تفریح هم برش کلمه دوره تفریح هم استفاده میشه. یعنی پیش از اینکه انتان داخل بدن میشه و بدن عکس العمل نشون بده و آراز علائم نزد شخص ایجاد میشه، مرحله ممکن دواز امراض که کوتاه‌تر می باشه، ممکن یک هفته وقت بگیره. دواز امراض مثلا زیاد می باشه، ممکن چندین هفته وقت در بر بگیره. همین مرحله را ما چی میگیم؟ لاتن پیریود یا مرحله مخفی. در توبرکلوز وقتی کانتون توبرکلوز داخل بدن میشه، ما گفتیم که توبرکلوز تماما اعضای بدن هم مصاب میکنه، اما زیادترین مصابیت که توسط انتان توبرکلوز میشه و کدام اعضای بدن است؟ شش هست یا لنگس زیاد مصاب میسازه. خب فرضاً لنگس هم مثال میده و موضوع شما پلمونری توبرکلوز است. وقتی کانتون داخل بدن میشه، پیش از اینکه انتان داخل از طریق طرق تنفسی به ششها بره و داخل ششها یک محراق یا فوکس جور کنه، اینمی مرحله یک مرحله مخفی است که در این مرحله وقتی که انتان توبرکلوز تا که انتان محراق ابتدایی را جور میکنه، اینو ما میگم انتشار ابتدایی انتان توبرکلوز، یعنی پیش از اینکه محراق جور کنه، یعنی ما میگم انتشار ابتدایی انتان توبرکلوز. تا ای که مثلا انتان توبرکلوز محراق جور میکنه که در آراز علایم هم نزد شخص ایجاد میشه و علت از امیش که وقتی که انتان توبرکلوز داخل بدن میشه، بدن در مقابل از یک ریاکشن یا عکس العمل نشان میده. وقتی که عکس العمل نشان داده که آراز علایم از سبب از عکس العمل بدن که در مقابل انتشار ابتدایی انتان توبرکلوز ایجاد میشه، و آراز علایم چی هست؟ مثلا یک شخص اختلالات خواب داره، ممکن بیخوابی داشته باشه، یک شخص احساس کسالت میکنه، زیاد خواب میکنه، و مثلا یک شخص از بیشتیایی داره یا انورکسیا داره، یک شخص از سرگنگسیت داره، نارامی داره، یک شخص از ممکن احساس سردی و گرمی کنه و یا اریتمیه های قلبی نزد شخص ایجاد میشه. این در یک حالتی است که می پیش از اینکه یک محراق جور کنه و انتان ریوی توبرکلوز نزد شخص ایجاد شوه، یک تعداد آراز علایم از خود نشان میده. امیر ما چی میگیم؟ انتشار ابتدایی انتان توبرکلوز. و انتشار ابتدایی در شخص فرق میکنه. بعض افراد است که مثلا شدید عکس العمل نشان میده و بعض افراد است که ممکن خفیف عکس العمل نشان میده، یا بعض افراد است که ممکن هیچ عکس العمل نشان نده تا اینکه محراق ابتدایی در نزد شخص ایجاد شود. دیگه دوال دکتر سبا، وقتی که انتان توبرکلوز داخل بدن میشه، ما پیش هم سیرش خونده بدیم، یا امی انتان عکس العمل پارا سپسیفیک یا کدام عکس العمل بدن که در مقابل زی ایجاد میشه، یا به شکل خود از بین میره، سلف ریزولوشن، ممکن یک روز تب داشته باشه، ممکن یک روز بیشتهی داشته باشه، اختلالات خوب داشته باشه، از بین میره این آلاتش. و در آلات که مثلا شدید باشه، شخص منجر به آراز انتوکسیکیشن توبرکلوز میشه. انتوکسیکیشن الان سرش باز میکنیم، عنوان بادی ما شماست نه که انتوکسیکیشن چی را میگه. یعنی یا امی عکس العملی که در مقابل انتان توبرکلوز پیش از اینکه محراق ابتدایی جور شوه، در بعض اشخاص که از بسیار خفیف میباشه از خودش از بین میره، اما وقتی که شدت پیدا کرد
مبدل به اراض انتوکسیکیشن نزد شخص میشه. وقتی که انتوکسیکیشن اراضش نزد شخص پیدا شد، باز انتوکسیکیشن هم باز پسند میخوانیم که هم 3 سر تعقیب میکنه که یا ممکن خوب شوه، یا ممکن به کرونیک، یا شکل مزمن بدل شوه، یا بالاخره به شکل اختلاطیش بدل شوه. صحیح شد دکتر سبا؟ این حالا بیم دوباره انتوکسیکیشن توبرکلوز باز میکنیم دکتر سبا، که انتوکسیکیشن توبرکلوز چی را میگه دکتر سبا؟ انتوکسیکیشن توبرکلوز عبارت از یک تعداد آلاز و علائم است که نزد یک مریض توبرکلوز وقتی کانتان توبرکلوز داخل بدن میشه، پیش از اینکه در شش یک محراق ایجاد کنه، یک تعداد آلاز و علائم نزد شخص ایجاد میشه که میره ما چی میگیم آلاز انتوکسیکیشن توبرکلوز. این مثل امو انتان ابتدایی توبرکلوز وری که گفتیم بدن وقتی که داخل میشه، بدن پیش از اینکه محراق ایجاد کنه در مقابل از یک عکس‌العمل نشان میده. همین آراز علائمی که به سبب از یک عکس‌العمل ایجاد میشه در بدن انسان، همین چی میگیم ما انتوکسیکیشن اف توبرکلوز میگیم. و این آراز علائم که نزد شخص ایجاد میشه، ما نمیتونیم وقتی که دی وقت بر مریض اگر ما سپوتم اگزام کنیم یا بلغم مریض معاینه کنیم، ما نمیتونیم کانتان توبرکلوز دو تجدید کنیم. یا اگر مثلا چست ایکس ری یا رادیوگرافی صدر نزد مریض اجرا کنیم، ما نمیتونیم در رادیوگرافی صدر مریض کدام چی را پیدا کنیم، کدام تغییرات یا انفلتریشن یا ارتشاعات پیدا کنیم، یا کویتیشن یا خالیگاه را پیدا کنیم. علتش چیز چی؟ در چست ایکس ری ما گفتیم وقت تغییرات ایجاد میشه کانتان توبرکلوز در شش بره محراق جور کنه و یا اختلاطی شوه به یک مرض دیگه، ممکن پلورال افیوژن جور کنه، ممکن نیموتوراکس جور کنه. اما اینجا ما انتوکسیکیشن که تعریف میکنیم دکتر سبا، عبارت از یک تعداد آراز علائم است که وقتی کانتان توبرکلوز داخل بدن میشه، پیش از اینکه محراق ابتدایی جور کنه، یا آراز علائم نزد از این شخص ایجاد میشه، و یا آراز علائم از سبب عکس العمل بدن ما شما در مقابل انتان توبرکلوز ایجاد میشه، و ما نمیتونیم که در معاینات بلغم و یا در رادیوگرافی صدر این را تثبیت کنیم. صحیح شد دکتر سبا؟ یا آراز علائم چی است که نزد شخص ایجاد میشه؟ ممکن مریض خستگی داشته باشه، تردنس انشیس مریض باشه، یعنی خفگان داشته باشه، ممکن مریض تب داشته باشه، اندورکسیا یا بیشتهی داشته باشه، هدک سردردی داشته باشه، لنفادینوپاتی یعنی عقدات لنفایی مریض اگر ببینیم زحامه کده می باشه، باسانی ما شما رو میتونیم جست کنیم، در ناحیه اگزلری میتونیم پیدا کنیم، در راهی مندیبال پیدا کنیم، در راهی اینوینال پیدا کنیم. صحیح دکتر سبا؟ و یا هیپاتوسپلینومگالی زحامه کبد و تحال نزد شخص هم موجود می باشه در این صورت. این یه راز علائم است که پیش از اینکه محراق ابتدایی جور کنه نزد شخص چی میشه پیدا میشه که میره ما انتوکسیکیشن اف توبرکلوز میگه. اینا رو ما انتوکسیکیشن توبرکلوز چه قسم تشخیص کدم میتونیم؟ ما شما گفتیم که نزد مریض اگر معاینات بلغم کنیم نتیجهش منفی می باشه، یا اگر رادیوگرافی صدر بگیریم دوم نمیتونیم. اولین چیزی که ما شما در تشخیص انتوکسیکیشن توبرکلوز رول داره هیستوری یا تاریخچه مریض است. از مریض ما شما تاریخچه میگیریم که آیا از در فامیل اینا کسی انتان توبرکلوز داره، یا امرای کسایی که به تماس از دوستای نزدیکش آیا اونا از اعراض توبرکلوز شاکی هستن یا انتان فال توبرکلوز دارن یا نه. اگر وقتی تاریخچه مثبت باشه و نزد شخص هم اعراض علائمی که پیشتر ما شما ذکر کردیم، زیادتر از فکر به چی میکنیم که ممکن این شخص دولت انتوکسیکیشن توبرکلوز باشه. دیگه کس کلینیک مریض، کلینیک مریض چی هست؟ همین آراز علائم که ایجا ما ذکر کردیم، یعنی آراز علائم هست اگه نزد شخصی آراز موجود باشه، ما زیادتر فکر میکنیم که ممکن انتوکسیکیشن توبرکلوز باشه. سیم چیز توبرکولین تست. توبرکولین تست دکتر سبا در ساعتهای پیشتر هم گفتم وقتی کانتان توبرکلوز داخل بدن شد، حجرات لنفوسایت های ما شما را فال میساد. وقتی حجرات لنفوسایت فال شد، این ما چی میگیم؟ سنسیتایز لنفوسایتس. اینا لگه مثلا ما تست توبرکلین نجرا کنیم، تست توبرکلین خود گفتیم در حقیقت هم خود انتان توبرکلوز است که خاصیت پاتوجنیک است از بین رفته و خاصیت انتیجنیک داره. وقتی که زرق میشه برای مریض جختار، ما این حجرات تی لنفوسایت که توسط انتان توبرکلوز که داخل بدن شده انوز محراق جور نکده در شش ها فال شده، اما اساس شده لنفوسایت ها در مقابل انتان واکسین توبرکولین اساسیت نشان میده در مقابل ماده توبرکولین، و تست توبرکولین چی میه؟ مثبت میه. صحیح شد دکتر صاحب؟ یعنی تست توبرکولین هم مثبت می باشه نزد مریضا. و چهارم چی است؟ امپیریکال تریتمنت بر مریضا که است، یک تداوی میکنه. ما میبینیم یک مریض است که
تاریخچه شان بر ما نشان میده که مریض توبرکلوز با تماس است. کلینیکی هم که پیشتر ذکر کردیم کلینیکش مثبت است و تست توبرکلوزش مثبت است. برای مریض یک دواز به نام ایزونیازید که مخفف شاینه چست و تداوی توبرکلوز از مو فرست لاین تداوی توبرکلوز شامل است. پسان باز بسیار کلامش باز میکنیم. از جمله زوا یک گولی آینه چه یا دوای آینه چه برای مریض مامیت مگ میبینیم که در جریان دو هفته رسپانس داد، نتیجه داد، میگیم که آلاز انتوکسیکیشن توبرکلوز بود. اگر نتیجه رسپانس نداد میگیم که ممکن دیگه چیز باشه، ممکن مریض نمونیا داشته باشه، سینه بغل داشته باشه، ممکن مریض برونشیت مزمن داشته باشه. صحیح شد دکتر سمو؟ این حالا تداوی و انظار زی چطور است؟ تداوی زی دکتر سبا امو دواره که گفتم به نام اینچ یا ایزونیازید مریضی آلاز کسایی که آلاز انتوکسیکیشن توبرکلوز داشته باشه با مدت 4 تا 6 ماه اینچ یا ایزونیازید ما میدیم و در قبال از ما امره برای مریضا که از پروتین ریچ دایت یعنی از غذاهای را توصیه میکنیم که زیادتر پروتین باب داشته باشه همچنان غذاهای که دارای ویتامین های زیاد داشته باشه با این مریض چی میکنیم؟ توصیه میکنیم تداوی زیاد شامل است و انظار زیاد چطور از دکتر سبا؟ اگر مثلا دکتر به کلینیک خود یک تاریخچه مشخص از مریض بگیره و هرچی زودتر آراز انتوکسیکیشن و توبرکلوز ما تشخیص کنیم و تداوی کنیم از پیشرفت شدن انتوکسیکیشن و توبرکلوز و از اختلاط شدن انتوکسیکیشن و توبرکلوز ما میتونیم که چی کنیم؟ جلوگیری کنیم. اما اگر ما نتونیم رو تشخیص کنیم و زیادتر وقت این آراز انتوکسیکیشن و توبرکلوز بدون تشخیص میمانه بخاطر که معمولا افراد در جامعه ما شما یک قسم است که مرضش اختلاطی نشوه یا پیشرفته نشوه در کلینیک ها مراجعه نمیکنند با دکتر سبا همین سبب از این میشه که آرازی که یک شخص مثلا انتان توبرکلوز داخل بدن از میشه در مدت انتوکسیکیشن رو مانا بتونیم تشخیص کنیم و دالت مراجعه میکنم ما شما که اختلاطی شده می باشه یا بعد از او پرایمری کمپلیکس توبرکلوز یا سیکندری توبرکلوز جور کده می باشه بعد از او مراجعه میکنم این هم دکتر سبا تالا که ما سر انتوکسیکیشن باز میکنم و اکیوت انتوکسیکیشن بود یعنی به شکل هات کنتان داخل میشه آراز علایت نزد شخص ایجاد میشه این هم کرونیک انتوکسیکیشن چیست دکتر سبا کرونیک انتوکسیکیشن وقتی که تست توبرکلین یک شخص مثبت شد از این به بعد یک الی دو سال بعد در مدت یک الی دو سال اگر باز همی آراز علایمی که پیشتر ما شما ذکر کردیم خستگی سردردی تب اختلالات خواب هیپوتسپلین میگالی لمفادینوپاتی نزد شخص ایجاد شود در مدت یک الی دو سال بعد اینه به شکل حاد نه دفعه نه ممکن پسانتر به شکل دلایت یا یک الی دو سال بعد ایجاد شود برای مریضی چی میگیم ما یک کرونیک انتوکسیکیشن میگیم کرونیک انتوکسیکیشن علتش چی است دکتر سبا یک علتش همی است که یک شخص از اکیوت انتوکسیکیشن داشت آراز خفی بوده پشتش نگرد یا پشت دکتر مراجعه نکرد این میمانه ممکنه که یک روز دو روز سه روز چهار روز تب داشته باشه تب ازی خوب میشه این حالا در این مدت اگر برای ما تست توبرکلین کنیم مثبت میباشه این حالا باز هم بعد از سپری شدن یک الی دو سال بعد میان اوراز نزد شخص ایجاد میشه که میرم با چی میگیم کرونیک انتوکسیکیشن اف توبرکلوز داشو دکتر سبا یا باز وقت یک شخص از توبرکلوز داره انتان فعال توبرکلوز داره او را ما تداوی میکنیم اما باز بقایش که از عقدات لنفاوی یا در یک صاحب بدن ما شما میمانه اما وقتی که زمینه برجی مسائل شد یه باز می اوراز توکسیکیشن انتوکسیکیشن توبرکلوز نزد شخص ایجاد میشه امو سابقه اوراز گفتیم یعنی در این صورت نالا وقتی که اگر ما تست توبرکلین اجرا کنیم این شخص از حالت نرمال که زیادتر عکس العمل نشون میده کی رو ما چی میگفتیم هایپرجی اگر در تست مانتوکس ما مثال بدم اگر تست توبرکلین کنیم معمولا 4 الی 2 میلیمتر نه یکی بود اگر از دا زیاد میشه 2 میلیمتر یه میگفتیم ما که پازیتیف است این حالا که از اندازه خود که زیادتر اکس نمال نشمه ده ممکن ده 20 میلیمتر اندیورشن یا 20 میلیمتر اریتیمای سرخی نزد شخص ایجاد شد دیده ما چی میگم باز هایپرجی نزالات نرمال کده ایزیاد اکس نمال نشون میده صحیح شد دکتر سما آراز علایه مشتر که پیشتر ذکر کردیم تب دارم مریض خستگی دارم
احساس خفگان میکنه، سردردی، ضعیفی، دیافوریزیس یا زیاد عرق میکنه، پالپیتیشن یا ضربان قلب خود احساس میکنه، شارت آف بریت یا نفس تنگی داره و یک تعداد از می ممکن سالات و قبضیت نزد شفت ایجاد شده. صحیح شد دکتر صبا؟ دیکس یا دیاگنوزیس تشخیص ازی عین مثل اکیوت واری میشه. آراز لایم مریض میبینیم، تاریخچه هستری از مریض میگیریم و دیگر توبرکلین تست ممکن یک سال دو سال پیش نزدی شخص مثبت باشه. حالی آراز لایم که تظاهر کرد میفهمیم که این شخص چی داره؟ انتانو توبرکلوز داره. آراز انتوکسیکشن چی داره؟ توبرکلوز داره. دیده ایکس یا تشخیص تفریقی انتان کرونیک انتوکسیکشن توبرکلوز، آراز کرونیک انتوکسیکشن توبرکلوز باید که کدام آراز شوه؟ اول کس پرازیتیک انفکشن. پرازیتیک انفکشن ممکن یک شخص همی بیاز داره، ممکن یک شخص جردیاز داره، یک شخص یک تعداد دیگه امراض پرازیتیک داره. چونیش ای اشخاص هم مثل یک خفیف تب داشته می باشند، ممکن آراز هضمی نزد شخص موجود می باشه، کسالت داشته می باشند، زهامه خدا تنفوی همچنان زهامه کبد و جیگر داشته می باشند. به خاطر لازم است که ما ایره امرای انتانات پرازیتیک تشخیص تفریقی کنیم. انتانات پرازیتیک خب طبعا ما شما اگر مثلا یک شخص همی بیاز داشته باشه، استول آری یا استول روتین اگزامنشن برش میتیمون دو بر ما واضح معلوم میشه که چی هستی منیز همی بیاز داره یا جرجاس داره. سیسته اما یا شیجیلوز داره. اما شخصی که انتان انتوکسیکیشن توبرکلوز داره نزد شخص چی می باشه؟ تست توبرکلین مثبت می باشه. که در انتان کسایی که انتان در پرازیتیک انفکشن داره دو کس واضح است که تست توبرکلین مثبت نمی باشه. یک شخص دیگه است مثلا نمونیا داره. نمونیا مثلا چه قسم کتجی تشخیص تفریقی می کنیم؟ مریض برکش انتیبیوتیک می دیم با شش را آف روز که رسپانس داد که انتیبیوتیک می فهمیم که یه نمونیا است. اگر رسپانس نه زیادتر با آراز انتکسیکیشن توبرکلوز فکر می کنیم که باز نزد از این شخص اول تست توبرکلین مثبت می باشه، اما در نمونیا تست توبرکلین مثبت نمی باشه. و دیگه اگر این مریض ما شما ایزونیازید بتیم که تیز ایزونیازید رسپانس میده، اما در نمونیا که انتیبیوتیک رسپانس میده. صحیح شد دکتر صبا؟ دیگه کرونیک برونشایتس افراد که التهاب مزمن برانکس ها را داره یا یک نوع COPD است، هم مرض COPD را شما نامش شنیدین. ممکن است شخص از سابقه نفس تنگی شکایت میکنه و نزد از این مریض که ما تست های مشخص PFT یا پلمونری فانکشن تست اجرا کنیم، دو میتونیم که کرونیک برانکس برونشایتس تشخیص کنیم. اما نزد از اینکه تست توبرکلین مثبت است و می اساس ما میتونیم امروزی چی کنیم؟ تشخیص تفریقی کنیم. بعد اگر نیوروز اشخاصی هست که مثلا ممکنه تکلیف های سایکوتیک داشته باشن، نیز او اشخاص هم سردردی این چیزا موجود می باشه، خفیف تب احساس میکنن، گیره ما باید که تزیه هم تشخیص تفریقی کنیم. صحیح شد دکتر شما؟ و دیگر تداوی کرونیک انتوکسیکشن آف توبرکلوز کمبینیشن دواهای ایزونیازید و ایتامبیوتول است که با مدت 6 الی 8 ماه نزد از این مریضا داده میشه و تمام امراضی غذاهای که دارای پروتین های زیاد داشته باشه، همچنان ویتامین های زیاد داشته باشه، با این مریضا چی میشه؟ توصیه میشه. دیگه نوانو ما شما در کسی با پرایمری کمپلیکس تی بی است. این حال است انتوکسیکشن ما شما خلاص شدیم، میام سرزی که انتان داخل بدن میشه و میره فوکس جور میکنه، کدام پاتولوژی را ایجاد میکنه و چه آراز علائم نزد شخص ایجاد میشه. وقتی کانتون داخل بدن میشه از طریق طرق تنفسی به شش ماشما را پیدا میکنه. در شش ها ما گفتیم که یک تعداد حجرات مکروفاژ موجود است. نه وقتی که حجرات مکروفاژ موجود است یا سبب از این میشه کانتون توبرکلوز چی کنن؟ فاگوسایت کنن و داخل مکروفاژ داخل شوه. یا یعنی فاگوسایت را می کنند انتان توبرکلوز توسط مکروفاژ ها به داخل تیله شود. صحیح شد؟ این حالا یعنی مکروفاژ در ساحه شش موجود است. وقتی که در ساحه شش انتان توبرکلوز توسط مکروفاژ بالا شود، در بی ساحه یک محراق بر خود جور میکنه که بیره ما چی میگیم؟ پرایمری تی بی، پرایمری فوکس یا محراق ابتدایی توبرکلوز، پرایمری توبرکلوز از فوکس. صحیح شد؟ یعنی دهی ساحه است یک ساحه مشخص شش داخل مکروفاژ ها توبرکلوز برای خود یک محراق جور میکنه که میرم بچه میگیم پرایمری فوکس توبرکلوز است. اینا رو با مدت زمان یه دوی تنها دمی ساحه باقی نمیمانه، ممکن مکروفاژ ها را بچر کنه. وقتی که مکروفاژ لایز است یا تجزیه میشه
انتانور توبرکلوز از داخل مکروفاژ بیرون میشه و با عقدات لنفاوی توسط آویه های لنفاوی انتشار میشه. وقتی که خود مکروفاژ انتانور توبرکلوز به عقدات لنفاوی انتشار شد، دیگه این مجموعه جا کلیسه با ما چی میگیم؟ پرایمری کمپلکس آف تی بی. یعنی اگه تنها در شش دکسوها که محراق جور که باشه پرایمری تی بی پرایمری تی بی فوکس شد، اما وقتی که عقدات لنفاوی را انتشار کرد، انتانو توبرکلوز با عقدات لنفاوی انتشار کرد، بازی را ما چی میگیم؟ پرایمری تی بی کمپلکس میگیم. صحیح شد دکتر سپا؟ این حالا وقتی که انتانو توبرکلوز یک پرایمری کمپلکس یا پرایمری تی بی فوکس جور کرد، و در این صورت مثلا کدام آراز علائم کلینیک فیشر یا آراز علائم شب میم سرش گپ میزنیم، زیادتری پرایمری کمپلکس که از اطفال هم مصاب میکنه، آراز علائم که نزد زیاد موجود میباشه یک شخص تب داشته میباشه، بیشتیایی داشته میباشه، احساس کسالت میکنه، ویت لاس یا زی وزن داشته میباشه، کف تب و داشته میباشه. تب نزد زی مریض معمولا 2 الی 3 هفته دوام میکنه دکتر سبا، و در معاینات فیزیکی اگر نزد زی مریض ما معاینات فیزیکی اجرا کنیم چی پیدا میکنیم؟ اگر ما پرکشن اجرا کنیم در کدام طرف شش که انتانو توبرکلوز موجود باشید و ما چی میشنیم؟ دلنس میشنیم. این یک عین نگاوازی است که مثلا یک دست خود سر یک سنگ بانیم و سر دیگر دست قد اجرا کنیم قسم تک تک یک آواز میشنیم. و اگر اسکلتشن اجرا کنیم نزد زیمایی زیما شمار آل های مرتبه میشنیم یوران کاینا میشنیم. سه شد دکتر سبا معاینات خون اگر نزد زیمایی اجرا کنیم ما در بلد یا در خون زی کس لیوکوسایتوز است، یعنی تعداد وایت بلاد سلس یا WBC چی می باشه از حالت نرمال که زیاد می باشه. نرمال از 4000 تا 10000 است. نه ای اشخاص که معمولا 12000 13000 یا 15000 ازی بالاتر می باشه. یا ما چی میگیم لیکوسایتوز از دمانات خون از مریض پیدا میکنیم. و دیگه ای که اریتروسایت سیدمنتیشن ریت یا قابلیت ترسب اریتروسایت ها یا کس بالا میره، یه خود شکلات انتانین بر ما شما چی میشه نشان میده. دیگه نال دکتر سبا وقتی که اگر انتان پرایمری فوکس یا پرایمری انتان پرایمری کمپلکس یا پرایمری فوکس جور شد، دیگه خونال ما میتونیم چون دک ساحه ششی جای گرفته به شکل انفلتریشن یا به شکل کلسیفیکشن دک ساحه جای گرفته، ما میتونیم در رادیوگرافی صدر تغییرات نزد زیمایی جا پیدا کنیم. از نظر رادیوگرافیک چند جسی به چند مرحله تقسیم شده که انفیلتریشن است، ارگانیزیشن است، کلاسیفیکیشن و فایبروزیس است. انفیلتریشن چی نمیگه سبا که یک ارتشاحات یا انفیلتریشن دکساهی شش موجود باشه یک مرحله اولش است. یعنی محراق جور میکنه در رادیوگرافی ما میتونیم چون انتانو فال توبرکلوز است و محراق ما چی کنیم به شکل انفیلتریشن یا ارتشاح پیدا کنیم. سه شده که سبا مثل زیب انتونو توبرکلوز در طرف چپ شش یک محراق جور کرده که ما در رادیوگرافی صدر میتونیم چی کنیم پیدا کنیم انفیلتریشن شد. صحیح شد دکتر سبا؟ انفیلتریشن یک ساین داره به نام برانکوگرام ساین میگیره. در برانکوگرام ساین که هست اینه نقاط سفید که میبینی ایسی ها که هست هوا هست، نقاط سفید که در بین ایسی ها مک به شکل مکس موجود باشه یه ما میگه مایر برانکوگرام ساین که میره انفیلتریشن میگه. صحیح شد دکتر سبا؟ یعنی نقاط سفید و سیاه با هم مکس میباشه. مرحله دوم چی از دکتر سبا؟ ارگانیزیشن چی نمیگه؟ مون فیلتریشن که جور شده باشه وقتی که ما شما تداوی میکنیم یا مافیت در سر تداوی چی میشه فیلتریشن هاست بین میره که مرحله ارگانیزیشن هست. سه چی دکتر سبا؟ فرض میره کنیم بیسا هم پیش فیلتریشن هم با تداوی کنیم میره از بین رفته بیسا ها چی شده مثلا سیاه شده که ما چی میگیم مرحله ارگانیزیشن میگیم. دیگر از کلاسیفیکیشن ممکن امین فیلتریشن هایی که موجود است یه ما تداوی کردیم در سیر تداوی ما مرض توبرکلوز به غیر فعال تبدیل شد، یعنی انتانو توبرکلوز که به شکل فعال بود با اثر تداوی غیر فعال شد، اما کدام انفیلتریشن هایی که در رادیوگرافی صدر ما پیش می دیدیم با شکل مکمل از بین نمیره به شکل کلاسیفیکیشن ما ایره چی میکنه میتونیم پیدا کنیم که چی میگه مرحله کلاسیفیکیشنش میگه. و بالاخره فایبروز یک مرحله است که مرحله اختلاطی است و ساحه شش کس مکمل فایبروتیک به فایبروز بدل میشه. فایبروز سی چه خون ده ایکس ری واضح نیست باز در سه بات برتون ایک ایکس ری شو برتون دالنات خود کدم فایبروز و انفیلتریشن فرقش چه قسمت دار کسه باز ده ایجه کس میبینیم از به شکل خط وری فرض می اینجا یه مثال میتیم میخونیم سو باز برتون اکسی نشان میتیم
از این ساحه گرفته تا این ساحه مکمل سفید می باشه، به شکل خطی موجود می باشه، یعنی از موقعیت سوره گرفته به طرف محیط به شکل خط سفید موجود می باشه. اما در فیلتریشن که از نقاط سفید و سیاه با هم مکس می باشه که ایر برانکو گرامسن می گفتیم، اما در فایبروز چی قسم نمی باشه، مکمل به شکل خطی از سوره شروع به طرف محیط به شکل خط یا شوایی موجود می باشه که ما چی میگیم فایبروز میگیم. مرحله سیمه چی بود؟ پرایمری توبرکلوزز بود، پرایمری کمپلکس یا توبرکلوز یا پرایمری فوکس توبرکلوز بود که در تقلیل رادیوگرافی شما خواندیم. دیگه نالا سایزی چه قسم از دکتر سبا؟ یک شخص هست مثلا پرایمری یک مهراق انتانی توبرکلوز داره یا مثلا کمپلکس انتانی توبرکلوز داره، از این سایزی چه قسم هست؟ این دو قسم سایز داره، یا به شکل انکمپلیکیتد می باشه یا به شکل کمپلیکیتد می باشه. انکمپلیکیتد هم باز دو سایز داره. تاریک پیشتر در تغییرات رادیوگرافی خواندیم یک شخص از انتان توبرکلوز داخل بدنش میشه، مهراق ابتدایی جور میکنه، ایره ما تدایی میکنیم و شکل مکمل از بین میره که ما میگیم کمپلیت ریزولوشن کرده، صحیح شد؟ یک نوع غیر اختلاطی شد. یا انتان توبرکلوز غیر فعال میشه اما کلاسیفیکیشن ها در رادیوگرافی صدر باقی میمانه، این دیگه سیر انکمپلیکیتد است. کلاسیفیکیشن ما شما اختلاط گفته نمیتونیم بخاطر که وظایف شما چی میکنه تغییر نمه. اما برعکس اگر فایبروز ایجاد شده باشه، فایبروز خو در کدام ساحه که ایجاد شده تو ساحه در اکسیژن اشتراک نمیتونه کرده، این ما اختلاط میگیم. اما کلاسیفیکیشن که از یک حالت غیر اختلاطی است که یک چیز بقایا یا یک چیز مثلا نشانه از انتان توبرکلوز در یک ساحه برمان نشون میده، صحیح شد؟ یعنی ان کمپلیکیتد غیر اختلاطی حالتش دو حالت داره، یکی کمپلیت ریزولوشن یا به شکل چی میشه کلاسیفیکیشن واجد میباشه. و در یک از کمپلیکیتد حالاتش قسم از دکتر سوا کمپلیکیتد ما شما گفتیم که انتان توبرکلوز بشش چی میشه؟ با فایبروزس بدل میشه. فایبروزس که وقتی یک ساحه شش با فایبروزس بدل شد تو ساحه اکسیژن اشتراک نمیکنه، اما طرف شش که از جمع میشه یعنی خرد میشه، کمی حالت ما چی میگیم؟ اتلیکتاز میگیم که باز وظایف شش دمو طرف که است مختل شده میباشه و وظایف خود به طریقی درست انجام داده نمیتونه و به شخص مورز به عدم کفایت تنفسی و ریسپیراتوری فیلر میشه، صحیح شد دکتر سبا؟ و یا انتان توبرکلوز ابتدایی یک دیگه مهراق شما یک جای داره ما به شکل سیکندری انفکشن چیز میشه که با سیکندری یعنی اشکال توبرکلوز پاسان ما میخوانیم، فرض میکنیم این یک انتان ابتدایی توبرکلوز است، از این ساحه مثلا این انتان توبرکلوز به برانکس هاست، برانکس ها میره به یک ساحه دیگه بدن، مثلا میره هم آره مصحب میکنه انتستنال توبرکلوز نزد شخص جات میکنه، با گرده ها میره رینال توبرکلوز نزد مریض جات میکنه، یعنی بس های دیگه بدن انتشار میشه، صحیح شد؟ یا زمین ساحه مثلا جدا میشه دیگه ساحه شش انتشار میکنه، این طرف شش هم میگیره، این طرف هم شش هم میگیره و شکل منتشر یا دیسامینیتد توبرکلوز بدل میشه، صحیح شد دکتر سبا؟ کلو ما شکل چی میگیم؟ اختلاطیش یا سیکندری انفکشن بدل میشه، صحیح شد؟ و تداوی پرایمری انتان ابتدایی توبرکلوز یا مهراق ابتدایی توبرکلوز که نزد شخص انتان فعال توبرکلوز وجود می باشه، از چهار دوا استفاده میکنیم که مخفف از یک کس به نام آر ایچ زیاد میشه، آر کس نمایندگی از ریفامپیسین میکنه، ایچ کس از اینه چایزونیازید میکنه، زید کس نمایندگی از پرزینامایت میکنه و ای کس نمایندگی از ایتومبیوتول میکنه، صحیح شد دکتر سبا؟ بر دو ماه اول که هست ما ای چهار دوا رو میکس میتیم و بعد از دو ماه که هست باز بر چهار ماه آینده مکمل کورس دویش که هست شش ماست، دو ماه اول که هست چهار دوا رو میتیم برش و چهار ماه دیگه که هست چهار ماه آینده دو دوا شقت هم میکنیم، تنها ریفامپیسین و ایزونیازید بر مریض میمانیم و تا که شش ماهش پوره شد، صحیح شد؟ بعد از شش ماه بر مریض معاینات بلغم و رادیوگرافی صدر میکنیم، میبینیم که معاینات بلغم مریض منفی میباشه، همچنین رادیوگرافی صدر هم گفته ممکنه مکمل خوب شده می باشه یا کلسیفیکیشن ها رو ما می بینیم نزد مریض.